شما بیننده خبرها از استودیوی هرات هستید. در دو رخ داده جداگانه در ولسوالی ادرسکن هرات یک غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده کشته شد و دو انجینر در حمله طالبان مسلح زخم برداشتند. مقام های اداره محلی هرات میگویند طالبان مسلح قصد داشتند با این ماین جابجا شده نیروهای امنیتی را هدف بگیرند. در همین حال برخی از منابع از ربوده شدن دو انجینر دیگر توسط طالبان در این ولسوالی خبر میدهند. همکارم رسول عظیمی با جزئیات بیشتر. طالبان مسلح در ولسوالی ادرسکن هرات در دو رخ داده جداگانه یک تن را در انفجار ماین کنار جاده ای از بین بردند و دو انجینیر ساختمانی را به گلوله بستند. مقام های اداره محلی هرات با تایید این رخ دادها می گویند فردی که در انفجار ماین کارگزاری شده ی طالبان مسلح در این ولسوالی جان باخته چوپان گله ای گوسفند بوده است. گفته می شود وضعیت صحیح انجینیران مجروح شده از سوی طالبان نیز رضایت بخش است. یک تن از افرادی که سرگرم چوپانی در این منطقه بود متاسفانه جان خود از دست داده. همچنان در سر گلوله باری مخالفین مسلح دولت دو تن از افرادی که در یک پروژه ساخت مکتب سرگرم کار و فعالیت بودند به صورت سطحی زخمی شدند که غرض درمان به شفاخانه انتقال یافتند. در همین حال شماری از منابعی که نمیخواهند نامی از آنها گرفته شود در تماس با آریانا نیوز میگویند طالبان مسلح دو تن دیگر از انجینیران را با خود برده اند و تا هنوز از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. مسئله ای که مقام های اداره محلی هرات از آن چیزی نمیگویند. راه اندازی عملیات های مشترک نیروهای امنیتی در این اواخر در این ولسوالی اما گفته می شود که روحیه طالبان مسلح را تضعیف کرده و سبب شده تا امنیت این ولسوالی نسبت به گذشته اندک بهبود یابد. با تناسب سالهای قبل و حتی ماهای قبل امنیت ولسوالی ادرسکن به صورت کلی بهبود یافته، ما تا حالا در ولسوالی تحرکات جدی مخالفین دولت شاهد نبودیم و این هم نتیجه عملیات های اخیر بوده. این در حال است که در شروع از سال جاری عملیات های مشترک در ولسوالی های ناامن هرات به شمول ادرسکن راه اندازی گردید که سبب وارد شدن تلفات سنگین به طالبان مسلح شد.